فضای مجازی رو میشناسید و تو اینا که بهش میشد و خیلی سخت گذشت بهش. با یکی از بدتریناش این بود که من دیدم برای مهرداد یه دونه کامنت گذاشته بودن که ای کاش به جای هادی نوروزی این اتفاق برای تو میافتاد. من نمیدونم چی بگم در مورد یه سری از مردم کشورمون. حالا یه عکس من گذاشته بودم با مهرداد در مورد کامنت گفتید. یکی اومد بود کامنت گذاشته بود یه حسی بهم میگه که بعد از هادی نوروزی مهرداد اولادی نوبت جواد کاظمیان. ای بابا چرا؟ این مردم ما دیگه. حالا من حرف بزنم، من دلم خیلی پره بود. حالا اصلا این شاید ربطی به موضوع نداشته باشه. من با مهدی رحمتی رفیقم، 15 سال با هم رفیقم. از تیم آموزشگاه تهران منطقه 17 بین شهدا. بعد ارزم بزرگتون مهدی عکس واسه من فرستاد تو واتساپ، بازی سپاهان پرسپولیس بود. مهدی اومد به من سر توپ بزنه، من توپ ازش گرفتم ولی تو گل نره، ولی نیمه اول یه گل بهش زده بودم. بهش گفتم یه تیم، گفت اگه اینجا مثلا دریبل کرده بودم یه حرفی دیگه زد پررو نمیشد. گفتم یه تیم میذارم شینیستان، گفت بذار. من گذاشتم و گفتم این مهدی اومد من توپو دریبلم کنه گرفتم و بعدم نیمه اولم یه گل زدم به این پسر بچه. احسان 1800 تا کامنت تو 10 دقیقه اومد. نابود کردن منو. که چرا راجع به نیستای استقلالی فراخوان دادن که حمله کنید به کاظمی و من حمله کردن 1800 تا کامنت تو 10 دقیقه که مهدی گفت خواهش میکنم این عکسو بردار، ولی من یه ذره پررویی کردم گذاشتم. 2 3 ساعت بعد دیدم دیگه فوشا به سمت و سوی رفته که به برادرم من که دستش این دنیا کوتاه است دارن فوش میدن. 3 نفرم به داداش من بی احترامی کردن، به قبر داداش من بی احترامی کردن. ما همچین مردمی داریم آقای هاشمی؟ واقعا عجیب غریبه. مادرم هم خواهرم اشتباه کرد، این کامنت رو نشون مادرم داد، مادرم 2 ساعت گریه میکرد. آخ آخ آخ. وقتی احسان به یه مرده رحم نمیکنن، به آدمی که دستش از دنیا کوتاه است، من جواد کاظمی ام که زنده‌ام، دیگه چه توقعی دارم؟ متاسفانه در مورد پیج مهدادم میخواستم حرف بزنم توی اینستاگرام. خیلیا به من تو تلگرام، واتساپ، اینو توی اینستا میگن آقای کاظمی این پیج مهدادو ببند، ولی من به خدا دستم جای بند نیست، چون نه پسوردشو میدونم، دوستای صمیمیشم سوال کردیم نتونستیم کارو بکنیم. من 2-3 روز دارم این کارو میکنم، ولی شما عکس آخر مهدادو ببینید. تا چند روز پیش من چک کردم فکر میکنم 100 هزار تا کامنت بود زیر عکس آخرش. 100 هزار تا کامنت سلیمی گشتو. بله. و دیگه نمیخوام اشاره کنم چه چیزایی رد و بدل شده بین مردم تو این کامنت ها. واقعا من یعنی بعد از رفتن مهرداد، بعد از فوت مهرداد چیزای بد، یعنی بازار چیزای خیلی بد. 100 هزار تا کامنت، 40 هزار تاش فوش اومد و بیرو باشه. آخه چرا به کجا داریم میشیم؟ من نمیدونم واقعا چی بگم و خیلی دلم از دست یه عده از مردم پره. ما گندشو در میاریم متاسفانه، هر چی تو انتهاش میریم. اعصاب نداری جواد دیگه؟ بذار بگم دیگه. من واقعا به خدا شرایطم خوب نبود. من آدم میشناسم 70 تا 80 تا بازیکن تو لیگ برتر و لیگ یک داره. بازیکن لیگ برتر میره لیگ یک، لیگ یک میره لیگ برتر. چند ساله میشناسی این آدم؟ حالا من نمیشنم، من خب شاید سلام علیکم باش نکردم. نه نه، چند ساله که این داستان رو میدونی؟ 4-5 سال. و تو این 4-5 سال هیچ اتفاقی نیفتاده در مورد این آدم ها؟ این هیچ، روز به روز متاسفانه تعداد این آدم ها داره بیشتر میشه. هستن تعداد این آدم ها زیاده، دلالایی که تو فوتبال ما هستن، فوتبال یه باشگاه و تو فصل نقل و انتقالات اون دلال یه باشگاه رو می‌بنده، 23 تا بازیکن رو اون تعیین می‌کنه کی باشه کی نباشه. اینجای صحبتم یه گله از فوتبالیا بکنم، از جامعه فوتبال اینم پخش کنیم دیگه، برخورد کنیم، پخش کنیم. یه گله از جامعه فوتبال بکنم، یه جمله میگم شایدم نباید بگم، ولی میگم، تو من میشناسی، من هر چی تو دلم باشه میگم. من بعد مهرداد فهمیدم تو جامعه فوتبال انسانیت مرده، مرگ انسانیت تو جامعه فوتبال. یه جمله خیلی کوتاه، مرگ انسانیت تو جامعه فوتبال رو من دیدم. مهرداد اولادی بازیکن تیم ملی بود، پرسپولیس بود، استقلال بود، تو تشییع جنازه‌اش هیچ چی شرکت نکرد. 4-5 تا دوستای فوتبالیش که ما دوستای صمیمیش بودیم وظیفه‌مون بود باشیم. تیمایی که پنج شنبه جمعه بازی داشتن میتونستن شنبه یک شنبه بیان، تیمایی که شنبه یک شنبه بازی داشتن میتونستن پنج شنبه تو مراسم خاکسپاری بیان. هیچ چی نیومد. واقعا جامعه فوتبال اینجا به نظرم یه کارت قرمز گرفت. حالا احسان جان من نمیخواد بگم، من اینقدر آدم پرتوقعی ام، توقع داشتم یه سری از آدما بیان شمال. وقتی مراسم مهرداد تهران برگزار شد این آدما نیومدن، تو خلوت خودم گفتم بابا جواد تو چقدر آدم احمقی هستی، چقدر آدم پرتوقعی هستی، شمال نیومدن، تهران شهرک قد 10 دقیقه به خودشون اجازه ندادن. آره همین، زحمت ندادن، گرفتن خوابیدن. البته اینم بگم احسان جان، یه سری ها خب وجدان درد داشتم که نیومدن. کیا؟
نمیگم دیگه وارد چه وجدان دردی، چرا وجدان درد داشتن، چیکار کردن؟ کم لطفیه که در حق مهرداد کرده بودن باعث شد که یه سریا نیان، وجدان درد داشتن. حالا یه سری هم تنبلی کردن، یه سری هم اصلا واسه شون مهم نیست. انشالله توی از این حال و هوا خارج شیم، یه مسابقه مفصل واسه تون بیام اینجا مسابقه انجام بدم که این حرفا رو هیچ کجای ایران تا حالا نشنیده باشین. یه چیز خیلی جالبی باشه. لطف کردی، ممنونتم. متشکرم.